من همزمان مربیگری هم میکنم، حالا چند تا شاگرد گرفتم پاره وقت بعد از تمرین. البته خب تمرین رو تو اولویت قرار دادم، بعدش حالا گفتم که با ماشینم کار میکنم. من با ماشین کار میکنم. بله. همزمان، چون که واقعا نمیشه، یعنی سخت شده. آره، مسافر کشی بالاخره برای اینکه زندگیت بشه. بالاخره کار میکنم حالا با ماشین، مربیگری، چون اینا واقعا باید باشه در کنار ورزش حرفه‌ای که وقتی درآمد خیلی کمه حتما باید این باشه، چون که ما مکمل احتیاج داریم. بالاخره مسابقاتی که میخوایم خودش قیمتش اصلا. بله، حالا تجهیزات ورزشی رو ما میگیم حالا در حد خیلی کم بالاخره باید تامین بشه. از چه ساعت تا چه ساعتی میری؟ مثلا اردو که تمام میشه، الان که هر روز تو اردو هستی درسته؟ بله. بعد چه جوریه برنامه‌ت؟ مثلا میمونی تا کی میمونی اردو؟ کی میری با ماشین کار میکنی؟ بله، من تمرین رو خب معمولا 9 صبح برم تمرین، حالا تا 10:30 11 اینا، 11 به بعد میرم تا 12:30 یک نهارم میخورم، دوباره حالا بعد از ظهر 3 و 4 میرم سر تمرین، دوباره غروب میری با ماشین کار میکنی تا ساعت چند؟ حالا چیز میکنم صبح، بعضی موقع بعد تمرینم چون شاگرد دارم مربیگری میکنم، بعدش حالا بعد از ظهر کار میکنم. چند ساعت حدودا؟ راستش حدودا 2-3 ساعتی، چون واقعا سخت میشه، از اون برم باید بیام استراحت کنم. آره، میخوام همین اتفاق بله. میگم، چون به هر حال شما تو سطح حرفه ای رقابت میکنی، باید یه زمان استراحت هم داشته باشی. اینجور که من بله. متوجه شدم از صبح زود معمولا میری مجموعه آزادی و بله، شاید تا ساعت 10 و 11 شب هم بیرون باشی، درسته؟ بله معمولا. خب چجوری استراحت میکنی؟ راستش 10 به بعد برمیگردم. خب میدونم الان شرایط هم خیلی سخته، حتی خانم هم خیلی درک میکنه واقعا این قضیه رو، ولی خب هیچ کاری نمیشه کرد واقعا. خب سخت شرایط الان، پیگیر کاره استخدامیم هم توی وزارت ورزش، امیدوارم که درست شه. خونه دارین؟ خونه نه، یعنی مستجر هم هستین؟ بله. خب خیلی کارم سخت شده. آره خیلی سخت. میگن آدمای سخت حالا واسه روزای سخت ساخته شدن، حالا امیدوارم که شرایط خیلی بهتر شه. امیدواریم حداقل صابخونش درک کنه. بله، اتفاقا خواستم تشکر کنم ازشون، آقای سماواتی خیلی لطف کردن به بنده. خیلی ممنونم ازشون. نه حالا خود مادرشو بیامرزه، اجاره نمیگیره. حالا یه رند گرفت دیگه، کلا هیچ. آره دستشون در نکنه، خیلی به ما کمک کردن واقعا. حالا مربی هم ندارین ظاهرا؟ در حال حاضر راستش من دیدم تو خبرها که تیم کانو الان بدون مربی، یعنی میری اونجا خودت، میری اونجا برای خودت تمرین میکنی و راستش الان یه چند ماهی هست مربی نداریم. حالا من برنامه رو از مربیمون میگیرم، مربی البته مربی قبلیمون، حالا الان ایشالله که ایشون دوست داریم که برگردن. حالا با فدراسیون هم یه سری صحبت ها شده، قرار شده مربی بیاد، نه اینکه به فکر نباشم، ولی خب واقعا نزدیک همچین مسابقاتی حتما باید مربی باشه. ما الان می‌خوام سهمیه بگیریم، بله. توقعم، من نمیدونم واقعا المپیک 2020 توکیو، ما از همین الان خیلی خیلی نگرانشیم. یعنی حتی بچه‌های مختلف، حالا تو رشته‌های مختلف که میان اینجا، هر کدومشون که صحبت می‌کنم اینو، اصلا شرایط خوب نیست. امیدواریم، نمیدونم، میگن تهش غیرت ایرانی، من فکر می‌کنم تهش واقعا با غیرت ایرانی بتونیم اونجا مدال بگیریم. وضعیت بچه‌های دیگه چه جوریه الان تو اردو؟ مثلا بچه‌های روینگ هم هستن. من حالا نماینده به عنوان یک عضو کوچیک از خانواده قایقران، خیلی از بچه‌ها هستن واقعا مدال‌های بهتر، خیلی‌ها تجربیات بیشتر توی بچه‌هامون هستن، واقعا از قهرمانای بزرگ آسیا و جهانن. ولی من دارم از به نمایندگی از طرف اونا میگم، واقعا شرایطمون خیلی سخته. یعنی دوست دارم که واقعا کسانی که واقعا میتونن به ورزش کمک کنن، اسپانسرها، بالاخره شرکت ها، اونایی که واقعا میتونن به ورزش قایقرانی کمک کنن، نزدیک مسابقات سهمی است، بیان کمک کنن. و اینکه بعضیاشون واقعا شرایطشون خیلی سخته، مثل من متأهلن، اونا منبع درآمدی ندارن. اونا چیکار میکنن از راستش وضعیت بچهای دیگه هم اگه خبر داری؟ بله، بعضیاشون میگم، بعضیاشون متأهلن، بنده خدا خونه، مثلا خانومش شهرستانه، اونجا تو خونش نشسته، حالا خودش اومده اینور، حالا چون که انگیزه دارن، بالاخره خانواده‌اش دارن تشویقش میکنن، تا اینجا واسه هدفش جنگیده، نمیخواد به این راحتی از دست بده موقعیتشو. حالا ان شاءالله که زندگیش هم باید یه جوری تامین بله. شه دیگه. اونم شرایطش سخته. بله، کار میکنه خارج از اردو؟ بله، فکر کنم حالا یه سری کار انجام میدن حالا، ولی خب این حقوقم واقعا موثره، درست حقوق آنچنانی نیست، ولی خب تأثیر داره بالاخره. یه باریک رایی هست که این بچه‌ها بتونن یه کوچولو زندگیشونو بگذرونن دیگه.